مشکلی که بچه ها دارن اینه که موقع غذا خوردن همیشه کثیف کاری میکنن، غذاشون رو میریزن، غذا رو پرت میکنن، لیوان رو پرت میکنن. میخوام ببینیم که باید چی کار بکنیم با بچه هایی که این مدلی هن. سلام، خوش اومدیم به کانال ما. مهدی هستم. اگر تازه وارد کانال من شدید، دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید که به کانال من ملحق بشید و بتونید از تمام ویدیوهای من استفاده بکنید. امروز میخوام بگم که وقتی بچه‌ها غذاشون رو می‌ریزن یا پرت می‌کنن ما باید چیکار بکنیم. قبلا یه ویدیو ضبط کردم راجع به اینکه چرا بچه‌ها اصلا چیزا رو پرت می‌کنن، هر چیزی که دستشون میاد پرت می‌کنن و ما باید چه واکنشی داشته باشیم. لینکشو می‌ذارم این بالا، حتما برید اون ویدیو رو قبلش ببینید. این ویدیو هم در راستای همون ویدیو هستش، منتها در مورد غذا خوردن هستش. بچه ها کلن همونطور که تو اون ویدیو گفتم عادتشون اینه دوست دارن همه چیز پرت بکنن. حالا چرا؟ چون بچه ها دوست دارن همونطور که دارن غذا میخورن با غذا بازی بکنن و با بازی کردن با غذا یک جورایی براشون مثل یک تفریح هستش. هم میتونن دست بزنن، لمس بکنن، در واقع تیکه های غذا رو متوجه بشن و همین که دوست دارن دیگه، یعنی دوست دارن کشف بکنن، بیشتر بشناسن حالا غذایی که دارن میخورن به چه شکل هستش، با غذا بازی میکنن یا از این ظرف میریزن تو یکی ظرف یا از لیوان خالی میکنن آب رو تو ظرفای دیگه، همه چیز کثیف میکنن. و والدین یا به خصوص مامانا ممکنه از این مسئله یک مقدار عصبی بشن. حالا باید شما چیکار بکنید؟ مامانای عزیز باید حواسشون باشه که هرس نخورن، عصبانی نشن، بذارن بچه ها غذاشون رو با آرامش بخورن. پس شما کاری که میتونید بکنید اینه که یک زیراندازی که حالا یک بار مصرف هستش، یعنی که راحت قابل شستشو تمیز کردن باشه، زیر کودکتون پهن بکنید، یه پیشبند براش ببندید که کمتر کثیف کاری بشه و ظروفی که برای کودکتون استفاده میکنید ظروف مخصوص کودک باشه که سیف یا ایمن باشه، ظروف شکستنی نباشه که موقع پرت کردن آسیب یا صدمه به خودش ایجاد بکنه. و اینکه میتونین کار دیگه‌ای که میتونین بکنین اینه که وقتی کودک شروع کرد چیزی رو پرت کردن یا غذا رو پرت کردن، معمولا این اتفاق بعد از یک ربع از شروع غذا خوردن میفته و اون زمانی هستش که کودکتون خسته شده، یعنی دیگه غذا رو نمیخواد بخوره. تحت این شرایط شما چیکار میکنین؟ به کودکتون زمان اتمام غذا خوردن رو اعلام میکنین و کودکتون رو از اون محل برش میدین. اگر رو صندلی غذا هست از صندلی غذا پایین میاری و اتمام تایم غذا خوردن رو اعلام میکنید. تحت این شرایط کودکتون یاد میگیره که وقتی بخواد چیزی رو پرت بکنه از اون محل دور میشه و همچنین میتونید به کودکتون آموزش بدین اگر چیزی رو نمیخوره یا غذایی رو نمیخوره، یه ظرفی رو که حالا رنگ خاصی داشته باشه، میتونید رنگ قرمز یا آبی یا زرد، هر رنگی که حالا میتونید انتخاب بکنید برای کودکتون و کنارش بذارین و بهش بگین که هر زمان نخواستی بخوری اشاره بکن به این ظرف، غذا تو بذار تو این، یا من ظرف رو بهت بدم که غذا تو بذاری داخل این ظرف. یعنی هر چیزی که خواستی پرت بکنی نباید پرت بکنی، بنداز داخل این ظرف. یعنی غذاهایی که نمیخوای بخوری همه جمع بشه تو این ظرف. این هم میتونه بهتون کمک بکنه. و یه کار دیگه ای هم که میشه کرد اینه که غذا رو کم کم به کودکتون بدین، یه هو جلوش رو غذای زیاد نذارین که نخواد بخوره یا بخواد اینجوری کثیف کاری بکنه پرت بکنه. میتونین کم کم غذا رو بهش بدین، غذایی که داره میخوره داره میبینی تموم شد، باز غذای بیشتری رو بهش بدین، اینجوری هم باعث میشه که کمتر کثیف کاری کنه. ولی فقط حواستون باشه که عصبانی نشین، واکنش نشون ندین، چون هرچی شما واکنش نشون بدین کودکتون بدتر میکنه. گاهی هم کودک برای اینکه جلب توجه بکنه این کار رو میکنه که اگر بخندین یا عصبانی بشین، کودک از هر دو نوع واکنش شما استفاده میکنه و مجدد این کارش رو تکرار میکنه. پس فقط بی تفاوت باشین و بذارین که کم کم این مراحل رشدش طی بشه و بتونین خودتون به خوبی مدیریتش بکنین که این مراحل هم پشت سر بذارین. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه که از غذا خوردن کوچولوهاتون لذت ببرین، کمتر عصبانی بشین و رفتارهای اشتباهتون رو به حداقل برسونید. دوست دارم نظر
نظرات خودتون رو تو کامنت ها برام بذارین که تا الان بچه‌هاتون چجوری غذا می‌خوردن و شما واکنشتون چی بوده و آیا چیزی از این ویدیو یاد گرفتین یا نه. ویدیو منم لایک بکنین و به دوستانتون هم شیر بکنین. هرچی ویدیو رو بیشتر لایک بکنین، افراد بیشتر این ویدیو رو می‌بینن و استفاده می‌کنن. ممنون، مراقب خودتون باشین، خدا نگهدار.